بهتر بشیم، کلمات جدیدتری رو بتونیم بخونیم و بنویسیم. وقتی کلمه های جدیدتری بتونیم بخونیم و بنویسیم، میتونیم جمله های بیشتری هم بنویسیم. خب لطفا دستا پایین. امیر حسین بفرمایید چیکار دارین؟ من میدونم چه نشانه یاد میگیریم. بله؟ من میدونم چه نشانه یاد میگیریم. چه نشانه ای رو؟ ده. آفرین عزیزم. خب متین و آرمان لطفا دستاشون پایین باشه. اگر کار ندارن، اگه کار دارن من تصویر بدم صحبت کنن، صدا بدم صحبت کنن. متین کار داری عزیزم؟ بله. ما وقتی میخواستیم یه این وارد کلاس میگفت 15 نفر توی صفن، ولی خواهرم برد کامپیوتر رو بیرون اومد تو، دیدیم بچه ها دارم ورزش میکنن. اشکالی نداره عزیزم، احتمالا مشکل از نت بوده. پسر قشنگم، خواهش میکنم. آرمان هم کار دارن؟ بله. بله؟ مرگم چه نشانه یاد میگیریم؟ بچه ها الان با همدیگه یاد میگیریم. بگو عزیزم سریع که بریم سراغ درس. بله آفرین. میدونم خیلیاتون دیگه میدونید. آقا باسواد شدید دیگه. خیلی باهوشید. بیشترتون میدونید امروز قراره چه نشانه ای رو یاد بگیریم. خب بریم بچه ها ببینیم که طبق معمول همیشه برای درس نشانه جدیدمون کی میاد کمکمون توی کلاس؟ آفرین موش موشیمون میاد. موش موشی جان سلام، صبح بخیر. سلام به پسرهای کل کلاس یک سه، امیدوارم که حالتون خوب باشه. بچه ها چقدر خوب که امروز میخواییم یه نشانه جدید یاد بگیریم، برای خودتون دست بزنید. هورا دست دست بلندتر بلندتر. آفرین آفرین. خب همونجور که شما هم میدونید و دو تا از دوستاتون هم حد زدن، امروز قراره با یک نشانه آشنا بشید که صدای ق داره. ق ق ق. خب با هم دیگه شعرش رو میخونیم. آماده باشید ببینم کیا یاد گرفتن با من شعر نشانه ها رو بخونم. خب بخونیم با هم؟ بله بخونیم. ق اومد کتون، ق غیر از آخر اومد، ق غیر از آخر اومد، ق ق ق اومد کتون، ق همون که توی کلمات اول اونها میاد، وسط اونها میاد. کتوم کتوم کلمات، مثل کلمه قورباغه، مثل کلمه سقف. وای 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 خوش اومد، وای 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 خوش اومد. ق ق ق اومد کتوم، ق ق آخر اومد، ق آخر اومد، ق ق ق اومد کتون، ق همون که توی کلمات آخر اونها میاد، آخر اونها میاد. کتون کتون کلمات، مثل کلمه اتاق، مثل کلمه قایق. به 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 خوش اومد، خوش اومد آی خوش اومد، نشانه ق خوش اومد، خوش اومد آی خوش اومد، نشانه ق خوش اومد. موش موشی خیلی ممنونم عزیزم. خوش میکنم بچه جون، پس با نشانه ق آشنا شدید. من فعلا برم
مثل همیشه دست علی یارتون، خدا نگهدارتون. خب بچه ها، پس با چه نشانه امروز آشنا شدیم؟ آفرین، نشانه ق. بچه ها نشانه ق رو ببینید، شکلش چقدر خوشگل و بامزه است. بچه ها ق آخر، ق غیر از آخر. بچه ها گفتیم ق غیر از آخر یعنی چی؟ یعنی همه جا میاد به غیر از آخر، وسط، اول، درسته؟ همه جا میاد به غیر از آخر. آخر کجا میاد؟ آخر، فقط آخر میاد. بله، آخر کلمه ها مثل آخر کلمه ی اتاق، اول کلمه مثل چی؟ مثل قورباغه، مثل وسط کلمه ی سقف. بچه ها من گفتم قورباغه، امروز یه مهمون اومده تو کلاس ما به جز موشموشی، میخواید ببینیدش؟ اول به صداش گوش بدید ببینم کی حدس میزنه که این چه مهمونیه که اومده امروز تو کلاس ما. قر 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 قر. میدونم که زود حدس زدید. بله بچه ها، قورباغه سبز خوشگل اومده امروز مهمون ما شده. وای بچه چقدر خوش اخلاق مثل شما، چه لبخند قشنگی داره. بچه ها چشمای قورباغه مونو ببینید، چه چشمای قلمبه‌ای داره، مثل قورباغه. بچه ها قورباغه ما خیلی خوشحاله که امروز شما دارید نشانه ای رو یاد میگیرید که اولش اسم، اول اسم قورباغه‌مون هست، یعنی ق. درسته؟ بچه ها به چشماش خوب نگاه کنی، قلمبگی چشماش رو ببینی چقدر خوشگله. ق مثل قورباغه. قر قر. بچه ها سلام، صبحتون بخیر، خیلی خوشحالم که امروز اومدم تو کلاستون. ق مثل قورباغه، یادتون باشه. بله یادشون میمونه بچه های من. ای بچه ها یه چیز جالب، چشمای قورباغه رو ببینید، دو تا چشم قلمبه داره، توی نشانه ق هم دو تا نقطه قلمبه بالای سرش داره. پس بچه ها کد این نشانه رو چی بذاریم؟ آفرین بچه، کد این نشانه رو، این دوتا چش قلمبه رو که بالای این نشانه دیدیم یادمون باشه، یاد چشمای قلمبه این قورباغه بیفتیم. پس این دوتا چش قلمبه رو که دیدیم بالای این نشانه یاد چی باشیم؟ یاد قورباغه، یاد چشمای قلمبه این قورباغه بیفتیم. مثل قورباغه، مثل قورباغه، ق ق ق قورباغه، ق ق قورباغه. خب بچه‌ها قورباغه قورباغه کردم، این قورباغه در گوش من گفتش که یه فیلم خوشگل درباره یه قورباغه هست که یه کلیپ خیلی شاده، میخوام براتون الان بذارم اونو ببینید. بعدش میخوایم بریم ببینیم که نشانه کجای خانه الف با قرار میگیره. آماده اید؟ خیلی خوب، باشه بریم ببینیم. Children, dear mine, see me when I see mine. Rock the bed on yum yum, the shake them on dear mine. Why a tree of a shop? So I can't afford to have a shop.
حرفای بچه ماهی شیطون و بیتان باشم. اگه تو خشکی برم از آب بیرون بپرم، هرچی که توی دنیاست این چرخ دوره سرم، چندی نفس میگیرم ممکنه که بمیرم، تا وقتی بچه هستم من توی آب اسیرم. زندگی رو چشیدم، دست و پاهم گل و من سر دوام رو چیدم، به خوشگی پا میذارم، آب شش و جا میذارم، از این به بعد جای اون تو شش هوا میذارم. سرچقدر با قضا بد برام نهار رو شامن، خوشمزین حسابی هر جا میرم با همین، همش میگم قر قر سرم میاد از اون دور، قر واقعا دوستتون با رنگای جور و جور. برای تهیه کارتون های ترانه های خالصتاری 5 به فروشگاه ها مراجعه کنید. محصولات خالصتاری. بچه ها کلیپ قشنگ قورباغه رو دیدید؟ دیدید چه چشمای قلمبه‌ای داشت؟ یادتون باشه پس هر وقت نشانه قه رو دیدید، شکلش رو دیدید، بچه ها این دوتا چشما رو دیدید، یادتون باشه که براش کدی گذاشتیم؟ آفرین، چشمای قلمبه قورباغه‌مون، چشمای قلمبه قورباغه‌مون. خب بچه ها بریم خانه الف با رو بیاریم ببینیم که این نشانه کجای خانه الف با باید قرار بگیره. بریم ببینیم. بریم عزیزای دلم. من تصویر خودم رو بگیرم که بیام گوشه تصویر. خب بیاد آقای صدرا واحدی. خب صدرا جان. صدرا خمیازه ای کشیدی؟ صبح بخیر. صدرا جان نشانه ق جز فرمانده هاست یا سربازا؟ فرمانده ها که دیگه پر شدن، میدونیم جز سربازاست. آفرین. حالا که میدونی جز سربازاست، بگو ببینم همسایه کدوم نشانه میتونه باشه به نظر شما؟ همسایه ف. باشه بریم ببینیم. این بر سمت چپ. آفرین، سمت چپ. بچه با سواد شدیم، این بر اون بر نمیگیم، میگیم چی؟ چپ، راست، بالا، پایین. خب صد را تا سه بشمار. 1 2 3. آفرین آقا صدرا، باریکلا. خب پس بچه ها یاد گرفتید که بله یاد گرفتید که نشانه ق کجای خانه الف با میشینه؟ آره، همسایه نشانه ف و ک هسته. ولی درسته؟ من اولش مثلا
فکر کردم چوگیم چه مثل همه میگم که همه ولی نمیدن آخر آره خیلی ممنون صدر جان متشکرم عزیزم. خب بریم پیش آقای ذاکر اصفهانی که امروز نماینده این نشانه هستن و قراره که برای شما برنامه جالبی داشته باشن. خب محمد علی جان آماده ای پسر قشنگم؟ بله آقای محمد علی. به به سلام صبح بخیر. صبح شما هم بخیر. چه کلاه قشنگی شما چی هستین؟ از کلاه حد بزدین ببینی چی هستم. بذار ببینم سب کن به دوستات تصویر بدم. امیر رضا بذار ببینیم امیر رضا میدونه. فاطمه آلا چه کلاه قشنگی. امیر رضا به نظر شما محمد علی کلاه چیو سرش گذاشته؟ میتونی حدس بزنی؟ آشپز. آشپز؟ خب دیگه کیا این کلاه سرشو میذارن؟ قناد. قنادا. آفرین باری کله برای خودت دست بزن. وقتی قرار من میگه اون میگه خیلی. آره فاطمه تعلق رسون. خب آقای قناد بله آره. بفرمایی شروع کنی من تصویر خودم میگیرم که بچه ها شما رو خوب ببینن عزیزم. به 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 آقای قناد ما رو ببینید. بچه ها کلاه روی سر فاطمه آلا هم نشانه ق هستش. فاطمه آلا وایساد بچه ها ببیننه. ق مثل قورباغه. ق مثل قناد. بفرمایید. حالا من میخوام برای شیرنی های ستاره ای رو درست کنم. به به خواهی شیرینی درست کنم. خب بریم اقدر از اینکه باید بازتون شیرینی درست کنم باید آلا گوشت کنم. قد از اینکه بازتون شیرینی درست کنم باید راجع به شغل قنادی با هاتون صحبت کنم. بفرمایید. یکی از ویژه‌ترین و مهمترین چیزی که باید یک قناد رعایت کنه رو بهتون بگم. یک قناد باید نظافت داشته باشه، دستاش شسته باشه وقتی میخواد کیک درست کنه، ظرف یا چیزی رو که دوش میخواد کیک یا شیرینی بذاره تمیز تمیز باشه و کیک ها رو بذاره یخچال تا خراب نشه. بعدی قناد باید با عشق درست کنه، با عشق شیرینی یا هر چی. حالا من میتونم قناد ها میتونن به شیرینی تر، شیرینی خوش، کیک تولد از این چیزا درست کنم. حالا من درست کنم. اگه شما ها میخواید شیرینی تو خامه ای باشه خامه های برکنه خامه ها رو میاریم. اگه میخواید شیرینی تو خامه ای باشه یه گردی درست کنیم و با گفتیم ستاره ای باشن میداره. ستاره ایش نیاز به یه بعدش با وردنه وقتی بودش کردیم پهنش میکنیم. شیر شیرینی رفتیم یه فر با سینی با آتیش ها داغ شد، قد کشید و چاق شد، از توشت شیشه یه فر نگاه میکرد فر رو به صدا میزد با بوهای
آهای مواظبم باش، دل با کاری میسوزم، سیاه میشه بانوزم، باید درم بیاری روی میز تو بذاری. خب بعدش روشو میخوایم خامه بزنی، هر رنگ خامه ای که میخواییم اون چیلی من اینطوری. خب اینطوری کار رو میکنی به هر اندازه که خواستی. بعدش میذاریم داخل فر. خب باشین یه رو داشتم داخل فر تا بپزم ایشالله کورا بره با هم دیگه جشن بگیریم و این شیرینی ها رو بخوریم. البته با کنفر کنن هم اما گذاشمشون توی فر. خواهرم بهشون بگو که من چه شیرینی چقدر ما دوست داریم شیرینی بزیا. یعنی حالا میخوام از تو یه بستری دستگاه الان دستگاه خانم کارمون تموم شد. محمد علی خیلی قشنگ بود، مخصوصا اون شعری که خوندی. ممنون. من فکر کنم دوستاتونم لذت بردن. بله امیر محمد خوشت اومد؟ بله ممنون. خب خیلی خوشش میاد. خب این چند سالی با هم رفیقیم؟ بله با هم رفیقیم. اگه امسال حساب کنیم میشه 6 تا. این هم یه شیرینی خوشگل که گفتم داریم با خامه رنگ و رنگ که البته اینا پنبه رنگی هن. پنبه رنگی اینا خمیر با آرد نیستنه، نه خمیر سفید هن از اونه که تو خمیر بازی ها هست از اینا. خب دیگه حالا ما حالا سوال اسماره. نه ماما جان وای نستاده حالا خندش گرفته. خب من برم بیرون رو برگردم چون بسید که قطع وصلیه. خب دارم میرم دیگه.
خب بچه ها جون ببخشید اینترنت من انگار قطع شده بود. محمد علی جان، یه پسر قشنگم، ببینم شما صحبتتون تموم فکر کنم نشد. حالا با یه کمی کشمش روشون رو میتنم. حالا خانم خامو آمدی کدومشون رو میخوای؟ من اون کشمشیه رو. کشمشیه؟ بفرمایید الان درش میرن نشونتون. خیلی ممنونم، خیلی خوشمزه بود. خوشمزه ترین شیرینی بود که تا حالا خورده بودم آقای قناد. خیلی ممنون. خب آقای قناد، بله بفرمایید دیگه چه برنامه‌ای دارید برامون؟ حالا من میخوام بهتون بگم که من میخوام بهتون بگم که چه وسیله‌هایشون دارن. بله مثل قوری بله این شاکی من مثل قابلمه بله مثل قمقمه قمقمه قابلمه خب حلقه مثل قرقره قرقره مثل قالب قالب قالبه بچه ها شیرینی و کیک خوب مثل قاشق چاقو بله قیچی تموم شد. حالا میخواد اسمای اون نفراتی که توشون دارن رو بگم. بله پس یه لحظه صبر کنید بچه ها ببینیم که توی اسم و فامیلی کدوم یکی از دوستامون نشانه ق هست. آقای نماینده نشانه میخوان اسماشون رو بگن. آماده بفرمایید. اشلقی آقای اشلقی افتخارش دست بزنیم به افتخارشون. بله دیگه حق نجات آقای حق نجات افتخارشون. آقای حق نجات دستشونو بالا کنن سریع. و آقای روحام رفیقی. خب دیگه مخلق آذر آقای مخلق آذر. روحان آقای مخلق آذر. خب مرسی عزیز دلم. شکر جورا خیلی نماینده خوب و پر انرژی بودی آقای محمد علی. من برای شما دست می‌زنم. خیلی ممنون از مامان مهربونتونم به خاطر زحمتی که کشیدن تشکر می‌کنم. همینطور از خانم فاطمه آلا که همراه شما بودن. خیلی ممنون. بله آفرین بچه ها. خوبه که آدم بنویسه کاراشو یادش نره. مرسی محمد علی جان. خب بچه ها بریم خانه الفبا رو که دیدیم که نشانه کجا قرار میگیره، دفترهای خوشگل با سوادیمون رو بذاریم، بعد بریم ببینیم که ترکیب نشانه ق با بالا جدولی ها یعنی با فرمانده ها تو ترکیبایی میسازه، باهاش میتونیم چه کلمه های جدیدی یاد بگیریم بنویسیم، کلمه ها رو دفترامون مینویسیم و
بعد از کلاس طبق معمول باهاشون جمله میسازیم. باشه؟ خب آماده باشید، دفتره خوشگله با سوادیتون رو بذارید کنار دستتون، مدادای قشنگتون رو تیز کنید. منم بیام گوشه یه تصویر، بعد بچه ها قورباغه رو ببینید که لمی داده روی این شکل چهار گوشی که اینجا هست، درسته؟ خب بریم. روحام جونم دستتون پایین اگر کار ندارید، اگه کار دارید من صدا بدم به شما. خوشگلم. روحام کار داری؟ بفرمایید. منم نشانه نمیدونم چی داره. روحام رفیقی قدر. خب اسمتو آورد دوستت دیگه، تشویق کردیم شما رو. بله الو جان. بله میگم داشتی صحبت میکردی، من قطع کردم. نه متین جان. بله بچه اجازه بدین سریع بریم دنبال کارمون. کارمون میمونه ها خانم. بله بعد چی کار میکردیم؟ من یادم رفت. الان دوباره میگم بهتون بچه ها، ترکیب ها رو با هم میخونیم. خب بعد کلمات این ترکیب ها رو، کلمات جدیدی که یاد میگیریم تو دفترمون مینویسیم، بعد از کلاس باهاشون جمله سازی میکنیم. خب آقای سامین فیضی بیان، بریم بچه ها شروع بکنیم سریع. متین جان دستتون پایین اگه دیگه سوالی ندارین. سلام سامین قشنگم. سلام خانم علی. بچه ها قبل از اینکه شروع بکنیم، سلام قربونت جان. بچه ها قبل از اینکه شروع بکنیم من درباره نگارش نشانه ق یه چیزی بهتون بگم. سامین به درن دوباره تصویر میدم. خب بچه ها نگارش یا همون نوشتن نشانه ق مثل همون ف هستش. من به شما نشون بدم قشنگ، نه بزرگ کنم که خوب ببینید. دوربینم بیارم پایین که ببینید قشنگ. بچه ها ببینید نشانه ق مثل همون نشانه ف چجوری نوشته میشه. دستمونو بچه ها لطفا خوب نگاه کنید باشه، که موقعی نوشتن خوشخط بنویسید و درست بنویسید. دستمون رو بچه‌ها یه کوچولو بالای خط زمینه اینجا ببینید نقطه رو کجا گذاشتم، مثل همون نشانه ف میذاریم، یه گردی کوچولو میکشیم بچه‌ها، گردنش رو میذاریم، یه گردن کوچولو باید داشته باشه، نگاه کنید، یه گردن کوچولو میذاریم و میایم رو خط زمینه. دوتا چشمای قلمبه یا قورباغه‌مون هم یادمون نره. دیدین؟ غیر از آخر. حالا ق آخر چی؟ ق آخر بچه ها بازم دستم و یه کوچولو بالای خط گردنش رو میذارم. حالا به جای اینکه بچه ها برم روی خط، یه دونه یه نشانه داشتیم بچه ها، این شکلی بود نشانه نه، یادتون میاد؟ خب اینو بچه ها میاریم پایین مثل نشانه نه، زیر خط زمینه میاریم. نقطه هاش هم بچه ها یادمون باشه، چشمای قلمبه قورباغه‌مون یادمون باشه. حالا بچه ها یادتونه نگارش نشانه ف گفتم که بچه ها اگر این نشانه به نشانه قبلی چسبیده بود باید تو خالی بیاد. مثلا من میخوام بنویسم سقف، نگاه کنید سقف، بچه ها ق رو میخوام بذارم اینجا، باید ق تو خالی بیاد. ف هم همینطور، چون هر دوشون به نشانه قبلی چسبیدن. دو تا چشمای قلمبه‌شون رو میذارم برای ق، برای فهم که نقطه‌شو میذارم. نوشتم چی بچه ها؟ سقف. سقف.
حالا میخوام یه کلمه بنویسم که نشانه ق به نشانه قبلیش نچسبیده باشه. مثل چی بچه ها؟ مثل کلمه مثلا قایق. قایق رو میخوام بنویسم. ببینیم پسرهای قشنگم، قایق با آبی بنویسم. خب اول میام بچه ها میگم که اولش ق داره، درسته؟ پس به نشانه نچسبیده، پس باید تو پر نوشته بشه. قا بچه آرم سری پشت سرش میذارم دیگه، دستم رو بر نمیدارم، بعد نقطهش رو میذارم. قا حالا یق ی ی ی قایق. بچه ها این ق به یه چسبیده، ببین دست یه رو خط درازه، پس باید تو خالی نوشته بشه، گردیش باید تو خالی نوشته بشه. درست مثل بچه ها چی؟ مثل نگارش نشانه ف میمونه. اگر به نشانه قبلی چسبیده بود مثل اینجا تو خالی می نویسیم، اگر نچسبیده بود مثل اینجا توی پر می نویسیم ق رو. یادمون باشه که کد نشانه ق دوتا چشمای قلمبه قورباغه‌مون هست، درست شد؟ ق غیر از آخر و ق آخر. بله. خب ساعت زنگ تفریح شد. سامین جان من زنگ بعد اول به شما تصویر میدم. بچه ها زنگ تفریحتون عزیزای دلم، بفرمایید استراحت بکنید. بعد از اینکه برگشتیم پاور نشانه و ترکیب رو میذارم که با هم دیگه خوب خوب این نشانه رو یاد بگیریم. فعلا خداحافظ. بچه ها پای سیستم نباشید که چشماتون استراحت بکنه. یه شعر میخوام به تو یاد بدم، شما یاد بدین به مامانتون واسهتون بخونه کیف کنین. بازایی میای که با هم دیگه خوب یادش بگیریم. آفرین. ای به سر گشنگ و مهربونم، یا میخوام تو رو دوتان بشونم، میخوام برا چونه کنم موهاتو، دل نداره طاقت گریه هاتو، دل نداره طاقت گریه هاتو. خب نکن پسرا، آقا پسرا بذاریم موهاتو مامانی چونه کنه دیگه. بعد بابا مرد خونه توی تو، گشنگ و ناز یک دونه توی تو، قربون ناز خنده با عدد شم، دلم میخواد از صبح شب فضاد شم، ای پسر گشنگ و مهربونم،